السلام علیکم دوستا، موضوع امروزی در ویدیو ما تمپلیت های مایکروسافت اکسل است. تمپلیت در مایکروسافت اکسل بعضی از تمپلیت های وجود داره، یا اگر بگویم فایل های تیار جور شده از طرف مایکروسافت وجود داره که ما میتونیم بسیار به آسانی از او یگان فایل ضروری که ضرورت داریم جور بکنیم، و یا کار رسمی باشه، هر چیزی که باشه میتونیم ما از او استفاده بکنیم. اگر ما در هوم بیایم، در هوم هم بازی است تمپلیت های وجود داره. اینی چیز در نیو، وقتی که میایم یک نیو سفر باز میکنم، با وجودی از ای که ما اینجا بلانک دارم، در اینجا ما دیگه نوی از تمپلیت های وجود داره که مایکروسافت اکسل ایره جور کرده و بسیار مفید است. اکثریت کارهای ما میتونیم از این استفاده بکنیم. به طور مثال اینجا اگر ببینین پروژیکت تایم لاین، یکی از بسیار مهمترین چیزهایی که در مایکروسافت اکسل میتونیم در پروژه از این استفاده بکنیم تایم لاین است. و می شکل جانت چارت یا گانت چارت میگن، اینا که بسیار به آسانی در اینجا جور کرده میتونیم، برای هر پروژه از استفاده کرده میتونیم. و گانت چارت یا پروجکت پلانر در اینجا یک دیگه هم وجود داره. و می شکل بل پینگ چک لیست، و لون امورتایزیشن اسکیجول، لون کلکیولیتر، اینا نوی از تمپلیت هایی هست که در مایکروسافت اکسل وجود داره که امروز سر از کار میکنیم. ایره ما میتونیم که دیگه هم مشخص بسازیم. اگر میخوایم برای بزنس داشته باشیم، بزنس انتخاب میکنیم، در اینجا آنلاین سرچ میکنه امو تمپلیت هایی که مربوطه به بزنس است، اونا را بر ما انتخاب میکنه. ارتباط داره به اینترنت ما، که هرچقدر اینترنت تیز باشه امو قدر این میتونه که زیاد زودتر لود شود. ببینین اینجا ما در بزنس انوایس داریم، بلنس شیت داریم، یک سیمپل یا ساده انوایس داریم، انونتری داریم، چون اگر در دفتر کار میکنیم با کسی بل روان میکنیم یا چیزی را کس خریداری میکنه برش بل میتیم، در انوایس میتونیم میره انتخاب کنیم. بالانس شیت برای کمپانی به خاطر ازی است که چی چیزای کمپانی داره، چقدر بالانس داره، کش چقدر دارن، و دیگه مختلف نوع از چیز است، ملکیت مالک است، اینا در بالانس شیت میشه. و یک سیمپل ساده انوایس هم میتونیم. انوینتری چیزایی است که خود دفتر ملکیت داره، اینا را ما انوینتری میگیم. ویکلی تایم ریکارد است، به خاطر کسایی که در ایچار کار میکنه تایم ریکارد اینجا گرفته میتونند، یا منیجرا. پروفیت اند لاس انالیسیس، به خاطر فایده و منافع و تاوان اینجا هم چیز است. مختلف نوع از اینا وجود داره که ما میتونیم در این انتخاب بکنیم. امروز یکش انشالله که کار میکنیم، پس میتونیم که در اینجا پرسنل انتخاب کنیم، شخصی. باز از ما شما محصلین هستیم، شخصا میخوایم که یک ریکارد داشته باشیم، یا یک بودیجه داشته باشیم، و یا به یک کسی کارت روان میکنیم، بردی کارت باشه، اینا در اینجا میتونیم که شخصا بر خود در اینجا جور کنیم. حتی تو دو لیست است، بعضی کسا به خاطر خانه تو دو لیست جور میکنه کدام کدام چیزها را مزرعت دارم، اینا را از اینجا میتونیم که انتخاب کنیم. به می شکل اگر لیست انتخاب کنیم یا پلانرز اند ترکرز انتخاب کنیم، در اینجا از ترکر هم میتونیم که وزی انتخاب کنیم. نوای مختلف داره در اینجا، به خاطر مثال معول کاست انالیسیز انتخاب میکنم، کاست مصارف، و ایره وقتی کرییت کلیک کنم از مایکروسافت اکسل دانلود میشه از آنلاین. ببینین یک چارت بسیار منظم در اینجا جور شده که در کدام چیز چقدر مصرف شده. اگر ببینین ایره ما کمی خورتر بسازم، در اینجا یک کمپانی است که مصارف خود در اینجا در پری تو چارت انتخاب کنه، زیادترین مصارفی که شده
the spare part و material استفاده شده. Manufacturing equipment چیزی که تولید میکنه، از این معلوم میشه که یک فابریکه است چیزی را تولید میکنه، از او خاطر در اینجا امی نوع مصارف که است به امو شکل است. پایین ترش اگر بیایم در اینجا در چارت ای معلومات وجود داره، در چارت داده شده که parts and material زیادترین مصارف داره، manufacturing equipment سامانالاتی که از طریق از او ما تولید میکنیم و یا معاشات کارمند و یا maintenance امی equipment یا کرایه دفتر، اینا به می شکل منظم شده. در اینجا دو چیز می بینیم، یکی percent of total cost و cumulative percent. یکی فیصدی مصارف از جمع کل که از 4.2 میلیون یا 2.5 میلیون چقدر مصرف، چند فیصدش پارتس مصرف شده. در اینجا ببینین ای به این شکل حساب شده که 31 فیصد از ای از پارتس است، 21 فیصد مصارف در منفکچرینگ است و 13 فیصد در سلری. به همین شکل کمترین شد ریسرچ داره. طبعا کمپنی هایی که چیز را تولید میکنه اونا تحقیقات میکنن، اکثریت ریسرچ میکنن با چیزهایی که تولید میکنن که بهتر بسازن. در پولی از این یکی خوب پرسنتیج آف توتل است، یعنی از کل پیسه چند فیصدش در دهی مصرف شده، و یکی کمیولیتیف. کمیولیتیف چی میکنه که این دو تا را جمع میکنه و در اینجا میاره، به همین شکل این سه تا را جمع میکنه در بالای از این میاره و چهار تا را جمع میکنه در اینجا میاره، که این کمیولیتیف میگیم که مجموعی میشه، جمع میشه اینا با بالاتر و در بالایش عد شده میره که داخلش باید 100 فیصد بکشه. اگر داخلش 100 فیصد نکشه این غلط است. به همین شکل فیصدی هم توتال معاشات یا توتال مصارف باید 100 فیصد از این توتال باشه که در او حالت با صحیح است. این رقم چارت، این تمپلیت هم میتونیم از این جور بکنیم. اگر ما شما کدام شرکتی را کار میکنیم که در اونجا تولید صورت نمیگیره و یا صرف ما چیز را خریداری میکنیم و پس میفروشیم، در اینجا به آسانی میتونیم. به طور مثال ما یک دکان داریم، ما اینجا نشته میکنیم رینت، مصارف رینت چقدر است؟ $1,200. دوم است ورکر، مثال کارمند دارم، مصرف از او است $300. ماش است، ماش در اینجا چون کمپانی بود ماش بود، ما اینجا گفتم میتونیم که تکس ماهوار مثال $400 تکس میشه. به همین شکل میتونیم که equipment rent مصرفی بخاطر نگاهداری سامانالات کرایه، به همین شکل کرایه دفتر خود چیز بگویم، در اینجا میتونیم ایرم تغییر بدیم. مثال ما به جای آفیس کرایه ما از یک موتر استفاده میکنیم، در اینجا نشته میکنیم car rental expenses، مصارف کرای موتر بیرون نشته میکنم، مثال 600 از این مصرف میشه. گدام اگر داشته باشیم، در اینجا گدام چون نداریم ما گدام انتخاب نمیکنیم، یک چیز دیگر اضافه میکنیم، مثال مصرف سیکیوریتی اگر چیز داشته باشیم، گارد داشته باشیم. و می شکل انشورنس، دکان طبعا انشورنس داره، انشورنس هم من اکثر $20 می گیرم و پنشن یا بینفیت چون این دکان است و قدر زیاد دهی پنشن و چیزا نمی باشه، می دانیم که مصرف شاروالی را اینجا نشته بکنیم. منسیپالیتی این هم نشتم میکنم یک $80. این حال اگر ببینین این فیصدی ها بسیار کم است. چرا کم است؟ چون اینجا یک چند قیمت بسیار بالاتر است، از او خاطر باید وقتی که کم کنم در اینجا فیصدی بالاتر میره. چون اینجا 200,000 مصرف است، از او 1200 کرایه میره که بسیار کم چیز است، اما وقتی که من تغییر بتم خودش تغییر میکنم. این حال اینجا من یک مصرف دیگر هم اضافه میکنم، لایسنس نشتم میکنم.
طور مثال 89 دلار از او میشه و یک چیز را اضافه میکنم travel مصارفی که رفت آمد خانه میشه من ایره نشتم میکنم به اینجا به طور مثال 99 دلار. این حالی وقتی که ایره انتر کنم ببینین ولیو بسیار تغییر میکنه. اگر ببینین زیادترین مصرف ده equipment rent میه و دوم زیاد مصرف که است ایده کرایه میه. به می شکل باز سیومش car rent expense موتره که کرا شده. به این شکل ایره اگر ما بخوایم ده اینجا ده گراف حالی ببینیم ده گراف دیگه چیز را نشان میده. چرا؟ چون این منظم نیست. اگر ما اینجا ایره منظم بسازیم ده اینجا میتونیم از سورت استفاده بکنیم. ده اینجا ما کلیک میکنیم و ده سورت میهیم small largest to smallest انتخاب میکنیم. اینال زیادترین ما اول و کمترینش داخل. اگر اینجا ببینین فعلا امو چارت ما به او شکل جور شد. و چرا اینجا یک ذره گراف فرق میکنه؟ چون اولین مصرفی که داریم از همه چیزا بالاتر است. این بود یکی از تمپلیتهایی که اینجا بحث کردیم. میتونیم یک تمپلیت دیگر انتخاب بکنیم. در این بار ما کوشش میکنم از بزنس بگیریم. کلوز میکنم چون اینترنت ما کمی ضعیف است. بس از سری ده باز میکنم. این حال وقتی که در نیو بیم ما مجبور اینجا بزنس انتخاب کنم. اگر اینجا در لیست بیا چون این دفعه هم باز نامد چون اینترنت دسکنکت است. خاطر اینجا نمیه. خب خیر اکسپنس ریپورت میتونیم بگیریم و لون بگیریم. سیلز ریپورت بگیریم. سیلز ریپورت انتخاب میکنم. ریپورت راپور فروشات اینجا یک راپور بسیار خوبش جور شده. اگر ببینین مکمل یک راپور مکمل است. 278 رو داره و 5 کالم داره 6 کالم داره ببخشید. یک پروڈکت است یا چیزی که فروخته میشه پروڈکت نیم و کستمر است با کی فروخته شده و در کدام ربع سال فروخته شده. اینا معلوماتش در اینجا است. میهم در بای پروڈکت ببینیم که اینجا در پیوت تیبل ای بای پروڈکت انتخاب شده که هر یکی از چیز چقدر فروخته شده از تولیدات که توتال 32 دانه چیز داره تولید داره و در اینجا در هر کوارتر چقدر از این استفاده شد. ای از طریق پیوت تیبل که ما ایره کارم کرده بودیم در اینجا برابر شده. به این شکل میتونین بای پروڈکت داش کستمر هر پروڈکت با بالای زود کستمر. در اینجا یکانه چیزی که زیاد شده کستمر است که یک پروڈکت است و چقدر کستمر ایره خریداری کرده. ایره میتونین از اینجا باز هم از پیوت تیبل جور کنیم. اگر من کستومر نیم از بین ببرم اینجا ببینیم کستومر نیم از بین رفت. پس میتونم که ایره اضافه هم بکنم. به اینجا اضافه میتونم و ببینیم اینجا باز هم وجود دارم. بعد از این یک رپورت دیگه است که ایره بای پروڈکت اند دین کستومر فیلتر. در اینجا با مو پروڈکت فیلتر شده و امو پروڈکت ها باز کستمر هم در اونجا هر کستمری که از او استفاده کرده در اینجا هست فیلتر شده. میتونین که ایره کلیر بسازین فیلتره پس زیاد میشه. اینال میتونین باز بیاین در اینجا یک بشخص انتخاب میکنیم و ایره اوکی میکنیم. ببینین به امون مشخص یک پروڈکت چقدر فروشات شده. ایره بسیار زود سمری میسازه پیوت تیبل. این هم یکی از مثال تمپلیت هایی بود که ما در اینجا داشتیم. میتونین از این استفاده بکنین در فروشاتتان. به همین شکل وقتی که اینجا چیز را تغییر میتین من اینجا
ایره ما تغییر میتم امی نامه شتا میکنم let's say soap و ای دوم شما تغییر میتم با شمپو با می شکل سیوم شما تغییر میتم اگر اینجا ببینید اینجا از اونا نیست اگر میخوایم که اینا اپدیت شوند صرف اینجا را کلیک میکنیم در انالایز میم و اینجا رفرش انتخاب میکنیم اینالی ببینید اینجا همه تغییرات آمده یک دقیقه انالایز رفرش آل اینجا رفرش آل انتخاب میکنیم باز اگر ببینید اینجا باید اونا آمده باشه پیست رو چک میکنم ببینین توت پیست آمده شمپو آمده سوپ آز سوپ آمده این انتخاب میکنیم در اینجا در این اپدیت شد صرف بخاطر که نامش دور بود از خاطر داخل آمده بود اما به این شکل میتونیم که اپدیت کنیم این هم کمک میکنه در جور کردن فایل های ما در دفتر به این شکل بلینگ ستیتمنت است اگر کسی ده بل روان میکنین یک چیز خریداری کرده داخل ما برش بل مکمل روان میکنین در اینجا میتونین بلد پریشر تراکر بعضی کسا مریض دارن و بلد پریشر از او روزانه تست میکنن و یک ریکارد میگیرن دکتر اکثرا با کسایی که شوگر داره و اینا داره برازی باز بلد پریشر تراکر دارن اکسپنس ریپورت دارن کدام جای رفتین یک مصرف کردین چطور میتونین راپور شده جنریت کنین در اینجا میتونین نشته بکنین بخاطر مثال من اینجا یک کمپانی را میگیرم فار اگزمپل ای بی سی کمپانی نام کمپانی است هدف مصارف چی است مثال یک پروژه نو است بخاطر از یک چیز مصرف میشه این اگزمپل میگیرم مثال روت کنسترکشن از این مصرف شده ستیتمنت نمبر اگر کدام چیزی داشته باشید و دفتر تا برای هر ستیتمنت یک نمبر می باشه امپلوی انفارمیشن کی را مصرف کرده اینجا نامشه احمد علی میتم چی کار است پروکیورمنت آفیسر در کدام دپارتمنت است فایننس منیجر از این آدم یا احمد علی کی است نام از او را حامد خان نشته میکنیم به می شکل پی پیریت این پیسه از کدام تا کدام وقت پی میشه میتونیم دیتا اینجا انتخاب کنیم کنترول سمیکالن و دیتا اینجا اضافه میشه خب این حاله وقتی که یک کسی برای خریداری متریال برای رود کانسترکشن یا برای جور کردن سرک میره در کدام دیت ایره دیت انتخاب میکنیم اکاونت اگر کدام اکاونت داشته باشه دسکریپشن میتین مثال برای چی رفته مثال یک کس رفته از دیلی یک چیز را خریداری میکنه انالی در دیلی چون مصارف همه چیزا از دفتر بالا از اینا میباشه میتونه که از دفتر بگیره با در هتل مصرف کنه ایره میگیرم $50 ترانسپورت کاست از یک جای به دیگه جای رفته $30 مصرف کرده فیول چون اگر ترانسپورت کاست داره فیول باید نداشته باشه مصارف بر غذا میشه که $40 مصرف کرده باشه تلفن استفاده کرده باشه $8 از اون $9 نشته میکنیم انترتینمنت میسلینیس اکسپنس چیزایی که دمی عادی مثال از آب و این چیزا استفاده میکنن میتونیم در اینجا اونا را هم انتر کنیم این حال مصارف همین نفر $139 میشه اگر ادوانس چیزی پیسه از طرف کمپانی گرفته باشه فار اگزمپل اینا $150 با خود گرفته بودن وقتی که انتر کنم باید اینا $11 به دفتر پس بدن اگر اینا $100 گرفته باشن
در او حالت باید $39 پس از طرف دفتر برای از اینا اضافه داده شد. این هم یکی از نوعی از تمپلیت هایی است که در مایکروسافت اکسل وجود داره که کار ما را زیاد آسان می سازد. چون اینترنت دیسکنکت است از او خاطر پیش نمیریم، اما انشاءالله در ویدیوهای دیگه سر دیگه تایپ از تمپلیت کار میکنیم. از اینکه با ما بودین تشکر، و دیگه چیزی نداریم چون اینترنت دیسکنکت است. تشکر.